سلام و درود بچه‌ها، چطورید؟ من علی اگزام، خوش اومدید به ویدیو. امروز بچه ها خیلی پر انرژی اومدیم و از همه مهمتر قراره که آموزش به سبک فرگو بهتون بدم، یعنی سبک بازی فرگو رو قشنگ بهتون توضیح میدم که چجوری بازی کنیم و الگو برداری کنیم که بتونیم راحت‌تر بازی کنیم. پس با من باشید، بریم برای ویدیو. Let's go. ببینید بچه‌ها، اول یه چیزی بهتون میخوام بگم. من خداوکیلی دارم بهت میگم، من الگوهایی که داشتم توی کال آف دیوتی موبایل، توی مولتی پلیر، از فرگ، فلاکو، ماینی و رای وایتی یا هانزو هم حالا هست، هانزو هم خیلی بازی خفنی داره، از اینا من الگو گرفتم و بیشتر روی فرگ و رای بچه کلن نوک پلیره، همش نوک میزنه. من از اینا الگو گرفتم. حالا چجوری سبک بازیشون رو کپی کنیم؟ چی کار کنیم؟ اصلا بازی رو یاد بگیریم. ببینید بچه ها، من دیگه انقدر بازی کردم دیگه همش ملکه ذهنم شده، دیگه عادت شده. میخوام بهتون یاد بدم. ببینید سبک بازی فرگ یه سبک کلن مغز بازی بهش میگن، یه سبک فکری بازی میکنه. فرگ توی دامینیشن هارد پوینت یه جا رو خط میگیره و نمیذاره انمیایی که حالا مثلا میخوام بیان توی هارد پوینت، بیان توی هارد پوینت، یعنی خطشون رو داد. مثلا مثال میذارم، اینجا رو من الان دارم پوشش میدم بچه ها، خب میبینم کسی نیست، میرم جلو، آروم میرم جلو. فرق اینجوری بازی میکنه، اینجا رو با این سه خط میگیره، دوباره این برای خط میگیره. یعنی سبک بازی فر یه حالتیه که کلن با مغزش که بازی میکنه نمیخواد که بمیره. شما روی نمردنتون مانوف بدید، ناخودآگاه بازیتون سبک فرق میشه. فرق کلن یه سری ایده ها داره، وای میسه خط طرف رو میگیره میزنه و بعضی موقع که راش بهش میدن سری جاشو عوض میکنه. جاشو که عوض کرد راحت تر به قول معروف با یو ای وی شاکارسی میتونه جای انمی رو پیدا کنه و بره انمی رو بزنه. اما رای چی کار میکنه؟ رای کلن سبکش فرق داره. رای کلن در حال جا به جاییه و راش میده، راشی که در کنار اون مغز بازی هم هست. من هر دوتاشو ترکیب کردم. حالا چی کار کنیم که سبک بازی خودمون رو پیدا کنیم؟ اصلا یکی گفته بود علی اگزو من هر کار میکنم دامینیشن هارد پوینت هم خوب نمیشه، به خاطر اینکه خب ایده ای ندارید، سبکی ندارید. اول یه سبک برای خودتون پیدا کنید، سبک راشری بازی میکنید، سبک راش و خط بازی میکنید، راش و خط گیری منظورم، سبک خط گیری بازی میکنید، سبک چی بازی میکنید، اول اینو تکلیف رو معلوم کنید. من سبک راش و خط گیری رو دارم توی دامین هارد پوینت. چرا؟ چون بعضی موقع اصلا نباید راش بدم. الان جان نکنید من خطو گرفتم، دیدم یه نفر بک اومده، از بک زدمش. پس اینجا باعث شد چیکار بشه؟ چی اتفاقی بیفته؟ الان کسایی که توی هارد پوینتن، ببین الان اینو دیدم کجاست. با خیال راحت رفتم زدم. اول خطمو گرفتم، انمی رو پیدا کردم و بعد زدم. اوف چه چیزی زیاد بین پشمام. و اما نکته خیلی مهم، چرا توی دامینیشن هارد پوینت ما اینقدر میمیریم؟ چرا؟ به نظر خودتون چرا؟ یه دلیل داره بچه، چون نمیدونید اصلا اسپانا کجاست، نمیدونید اصلا کی باید راش بدید کی راش ندید. هر مپ یه قلقی داره، شما باید هارد پوینت ها رو بلد باشید که الان هارد پوینت عوض شد کجا میره هارد پوینت بعدی. یک ثانیه زودتر باید تو هارد پوینت باشید یا حداقل تو خودت محدوده هارد پوینت. پیشنهاد من اینه، خود هارد پوینت به هیچ عنوان نرید، به پلیرهای حالا رفیقاتون، حالا اونا که رندوم هستن شاید اونا برن توی هارد پوینت، شما محدود هارد پوینت رو بگیرید. من الان اینجا رو گرفته بودم نتونستم بیام بازی رو ایزی وین گرفتیم خیلی راحت. این هم لوداتو اتچمنت MSMC. بچه MSMC این سیزن قوقا به پا میکنه و یادم فرگ اون زمانی که باش پلی میدادم همش MSMC و تایپ 25 بود با AK-117 و AK-47 و یادش بخیر اون موقع خیلی حال میداد بچه بازی. پس ببینید، خدا وکیلی جدی دارم میگم، سبک بازیتون رو اول پیدا کنید، سبکای دیگران رو کپی کنید، یه مدت باشون پلی بدید. مثلا یه موقع سبک فیک بازی کنید، یه موقع سبک من بازی کنید، یه موقع سبک یکی دیگه بازی کنید و اینا به مرور زمان سبک خودتون رو شکل میدن. دقیقاً میدونید مثل چی میمونه؟ دقیقاً مثل موسیقی، مثل اونایی که مثلا میرن کلاس موسیقی میمونه، از استادشون یاد میگیرن سبک ساز زدن، مزراب زدن، نمیدونم نوت ها، همه رو یاد میگیرن. یاد که میگیرن یه استاد بهش مرحله بعدی میگه چی؟ میگه برو کپی کن، برو از استادای دیگه ببین چی کار میکنن، همون کارو بکن. شما دقیقاً همین کارو باید انجام بدید، برید ویدیوهای دیگه رو ببینید،
ویدیو فرگو ببینید، ویدیو حالا بچه های ایرانی نالم مثلا ویدیو خودم که دارید میبینید، نه ویدیو خارجی مثلا بازی ماینی رو ببینید، بازی فلاکو رو که حالا مثلا ویدیوش سه تا بیشتر نیست برید ببینید، حالا اون اسنایپر مثلا رایو حتما ببینید، هانزو سیسکو اینا رو برید ببینید، تیری امور برید ببینید، اینا کمک میکنن کم کم اون مغز بازی ایجاد بشه. مثلا اینجا من راش میدم، از اون طرف راش میدم، نمیدونم اینجا راش نمیدم، خط میگیرم، اسموک میندازم، گرینت میندازم، این سبکا رو به مرور که پیدا کردی ناخودآگاه میبینید بابا بنازم چه دامی هارد پوینت بازی شدم نمیدونستم، اینقدر بچه من تمرین کردم. من زمانی که سیزن یک بود، سیزن های اوائل یک دو اینا تا سه بازی رایو نگاه میکردم کلا نوک میزد، اون موقع اصلا ما نمیدونستیم نوک چیه، انقدر اینا گاد بودن. خلاص ما رفتم ویدیوشو دیدم، دیدم این راش نمیده، یه جایی وای میسه، یه جا اصلا راش نمیده وای میسه، مثلا مثلا اینا کنم خط میگیره، دیدم دمیج داره مثلا بخورم سعی جامو عوض میکنم مادم این برزارم. ببینید همینا، ببین الان میخواد بیاد تو هارپوی نمیتونی بیاد اینجا دیگه نامرد با چی منو زد، با نانچیکو بود با چی بود منو زد. پس این که شما عجله کنید خوب است، با آرامش بازی کنید و ویدیوهای دیگران رو ببینید، ویدیوهای بچه ها رو ببینید، خارجی ها رو ببینید و کم کم اون قلقی که باید دستتون بیاد دست بدن. سرتون رو نمیخوام دیگه درد بیارم، فقط بدونید که داشلی اینجاست تا بهتون کمک بکنه که تمام قلقه های دامی هارتمون سرچ مولتی رو یاد بگیرید که اذیت نشید و خیلی راحت تر رنکاپ بکنید. بچه پیشنهاد من اینه، همین الان که این ویدیو بگید برید چند تا ویدیو های فرگو ببینید، ویدیو های ماینی رو ببینید، تیریامو رو ببینید، اینا رو برید ببینید، رای رو حتما ببینید و اینا رو که دیدید سطح بازی رو ببینید، بعد بیاد روی ویدیو های من، گیم پلی من اینجوری نگاه کنید. بچه ها چقدر من الان دقیق دارم بازی میکنم، وایسیدم توی هارد پوینت که کسی نیاد، الان اینا میخوام بیان کپچر کنن، من پریدم از بکشون زدم، دیدی خیلی ایزی با مغز بازی یه کاری کردم که چی میگن به قول معروف تا میخوان بیان مفبرشون کنم، خیلی ساده است این قضیه. بچه ها حتما این ویدیو رو لایک کنید، کامنت سابسکرایب بهتون نره و منتظر ویدیوی بعدی از من باشید که قرار خیلی اتفاقات خفن میفته، مخصوصا در سال جدید میخوایم با هم بهتر کنیم، اتچمنت MSMC هم که بهتون دادم، خلاصه برید عشق کنید دیگه. بچه ها دمتون گرم که تا آخر ویدیو رو بودید. آقا ما رفتیم، ولی قبل از رفتن حتما ویدیوی خودم رو قبلنا رو ببینید، اون جدیدا رو ببینید، قدیمی‌ها رو ببینید، اون چیزایی که باید یاد بگیرید و یاد بگیرید، خیلی آموزش‌ها هست که شما ندیدید، حتما برید ببینید. دوستتون دارم فعلا، تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.